فیلم همیشه قهرمان با بازی رضا بیک ایمانوردی و مرجان محصول سال 1351. داستان فیلم از این قراره که عوامل نائب خان مردی به اسم عباس علیو که اجاره خونه عقب موندهش رو پرداخت نکرده از خونه میندازن بیرون. امیر با بازی رضا بیک ایمانوردی فرزند نائب خان جانب عباس علیو میگیره. امیر تو کافه اعتصام با شیرین با بازی مرجم که خواننده کافه باشه آشنا میشه و متوجه میشه که قاسم قصد داره اونو اقفال کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. رفتنم میکنه سحر و جادو خجل میشه تابوس و کپک و آهو رفتنم میکنه سحر و جادو خجل میشه تابوس و کپک و آهو فیلم سلام بر عشق از آثار دیگه پرطرفدار کارنامه بازیگری مرجانه. مرجان تو این فیلم نقش زنی آوازخون به نام زری رو بازی میکنه که ازدواجش با حبیب و بعد از اون درگیریش با مدیر کافه‌ای که اونجا کار میکنه باعث ماجراهای خطرناکی تو زندگیش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سون دلم یه دریا خون دلم من بهاری ندارم حالا زمستون دلم چی بگم با کی بگم کم باز هر چی بگم چی بگم با کی بگم کم باز هر چی بگم 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 برای من ترانه میخون کجاست 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 تو دست گرمش نوازش کنه دستان نگاه گرم و گیراش بشینه توی چشما چی بگم با چی بگم کم باز هر چی بگم چی بگم با چی بگم کم باز هر چی بگم 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 دریا خون دلم من بهاری ندارم حال زمستون دلم چی بگم با کی بگم کم باز هر چی بگم چی بگم. فیلم همقسم به کارگردانی مهدی رئیس فیروز محصول سال 1354. توی فیلم رضا و منیر با هم همقسم میشن که به عشق همدیگه وفادار بمونن، در حالی که این دو نفر مقدمات ازدواجشون رو فراهم میکنن
اکبر دوست صمیمی رضا از سفر خارج بر میگرده و بدون اطلاع از علاقه رضا و منیر با منیر آشنا میشه و به اون دل میبازه. اکبر از رضا میخواد که منیر رو براش خواستگاری کنه. رضا هم از منیر میخواد که به ازدواج با دوستش اکبر تم بده و از اون چشم بپوشه. منیر به دلیل علاقش به رضا درخواست اونو میپذیره و با اکبر پای سفره عقد میشینه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شرف مرد ناموسشه، وقتی نداشت هیچی نره. با این دوتا چشام اونا رو تو بغل هم دیدم. نمیتونم باور کنم. باور کن، اگه ریگی ته کفشش نبود چرا حقیقتو به تو نگفت؟ فیلم مرد اجاره‌ای با بازی رضا بیک ایمانوردی و مرجان، داستان پسری به اسم رضاه که وقتشو به بازی بیلیارد و موتورسواری میگذرونه. اون توی یه درگیری خونین از دست مأمورای پلیس فرار میکنه و به یه خونه پناه میبره. رضا تصمیم میگیره که به دختر اون خونه کمک کنه و در غیاب نامزد دختر نقش اونو بازی کنه تا پدر بزرگ دختر که به گفته دکتر خانوادگی به زودی فوت میکنه حالش بهتر شه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. غلام ژاندارم فیلمی به کارگردانی امان منطقی محصول سال 1350. گروه یاغی به رهبری اکبر به قتل و غارت مردم مشغولن. داش غلام و دوستش سهراب رو در روی اونا قرار میگیرن و توی یکی از این درگیری ها سهراب نابینا میشه. داش غلام که از بهارک دختر کت خدا مراقبت میکرد، ستار پسر گرگو هم با خودش همراه میکنه. قسمت هایی از این فیلم رو با هم میبینیم. Yeah.
اینا باید تونی باه شده. مگه چه عیبی داره پسرم؟ خب جوونه. من نمیخوام اونا اینقدر هم اخت بشن. چرا؟ آخه اون بچه گرگه. چه تفاوتی میکنه؟ اونم مثل پدرش میشه. پدر بارک اونو دست من سپرده، نمیتونم تحویل این بچه گرگ بدمه. از کجا؟ اونم مثل پدرش بشه. آقابت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با دشمنم بود. خب میتونی امتحانش کنی. چطوری؟ زجرش بده، ریاضتش بده، امتحانش کنی.